خب سلام دوستان عزیز، سلام، شبتون بخیر. بذارید من اینو درستش کنم. خب امشب جمع شدیم اینجا با هم دیگه. اگر بتونیم سریع در مورد این آقای سینا استوی صحبت کنیم و اینکه داره چیکار میکنه و چرا ما بهش ایراد گرفتیم، یعنی چرا میگیم کلاهبرداره، این رو هم بررسی کنیم. این توی جشنواره وب و موبایل ایران، یه جشنواره تو ایران برگزار میشه، حالا در مورد اون جشنواره صحبت میکنیم و اینکه تو اون جشنواره به عنوان یه کارآفرین و یه آدمی سخنران جشنواره بود. بریم ببینیم چرا این آدم که کلاهبرداره و یه همچین شعبه توی حداقل پروندهش هست، نه فقط من، خیلی آدمایی که توی این حوزه کار میکنن از کلاهبرداری این آدم اطلاع دارن، چرا این آدم اونجا دعوت شده. اینا رو با هم صحبت میکنیم و اصلا میگیم که آقا از زاویه ما هم قصه این شکلیست، با اسناد و مدارکی که ما داریم در مورد این بند خود صحبت میکنیم. فقط اینکه من قبلش چک کنم، یوتیوب دسترسی فعلا ندارم، ریپورت شده، درست میشه تا 3-4 روز دیگه. فعلا رو آپارات و تویچ هستیم، میتونید ببینید، لینکو بفرستید برای دوستان. آره سریع تمامش کنیم چون ما بازی داریم، باید بازی کنیم. درگیر بازی ایم امشب و امیدوارم که ببریم. خیلی من اگه از بدید لینک آپارات رو چک کنم. ببینم که آپارات مشکل نداشته باشه، شروع کنیم. خب آپارات مشکل نداره، اگر اجازه بدید من لایو شروع کنم. من یه پرزنتی آماده کردم، پرزنت رو برای شما شیر میکنم، در حین اسلاید پروژه توضیح میدم. یه مهمان هم داریم که در مورد پروژه بی آر جی میاد یه نظرشو میگه، نظر کارشناسی میده و اینکه زوایای مختلف سریع پروژه رو بررسی میکنیم. اول بذارید سریع بریم سخنرانی این دوست عزیز رو گوش کنیم. بذارید من شیر کنم. خب یه سخنرانی کرده این بنده خدا، سخنرانی کوتاهه، 14-15 دقیقه است. این 14-15 دقیقه رو گوش میکنیم با هم دیگه، یعنی میبینیم با هم دیگه. بعد من در حین این که این داره یه سری ادعا میکنه، یه دونه چیز میکنم، میریم توضیح میدیم که داستان چیه. خب اگه از بدی اینجوری شروع کنیم، خب گوش کنیم ببینیم چی میگه. اشه بهمن و من سری میزنم جلو اینجا شو چالش میکردین که خب اول اینکه آقای قربانی که اگه فامیلشو درست بگم، ایشون سوالا رو ایشون پرسید، ایشون از راه پرداخت، من نمیدونم راه پرداخت اینجا چیکار میکنه، ولی سوالی خوبی پرسید، یعنی تم سوال و سوال درستی بود. خب بدونین در واقع میخوایم چه مسیری با هم دیگه ته. من سینا سنات کنم، اذیت نمیشی؟ نه اشکردم. اوکی سینا، شما تو کیوتولند توی در واقع صنعتی دارین کار میکنین که فلزات یه صنعت ریسکیه و صنعتی هم هست که همین الان رگولاتور تقریبا درست درمونی نداره توی ایران و خیلی چیزاش شفاف نیست. تو همین فضای غیر شفاف هم خیلی از در واقع کسب و کارهایی که اومدن یا جایی که سعی کردن کار کنن، خیلی ما بهش میگیم دست و عصا شروع کردن حرکت کنن، چون خیلی از چیزا توش روشن نیست. شما حالا هم تو کریپتولند هم توی در واقع حالا توکنی که ارائه کردین، یکم من بهش میگم جسارت بیشتری در واقع به خرج دادین، یه کاری داری میکنین که بعضا بعضی جاش حتی فکر میکنم برای منم سواله و مخاطبام آره ابهاماتی داره و فکر میکنم خیلی از مخاطبام راجع به این ابهام دارن. دوستان اول اصلا راجع به این صحبت کنیم که توی فضایی که شما کار میکنین
بحث اعتماد، چون بالاخره بخوایم نخوایم آدم ها دارن پولشون رو میدن دست شما یا حالا سرمایهشون رو به یه شکلی در اختیار شما یا پلتفرم شما میذارن. چرا باید آدم ها به شما به عنوان یه پلتفرم توی کریپتولند اعتماد کنن؟ این به نظرم سوال اول، بعد بریم سوال بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال مهمیه، چرا باید اعتماد کنن که پولشون رو به این بنده خدا بدن؟ ببینید، اول من یه مقدمه بگم. ببینید، جمع آوری سرمایه مردم در هر کشوری جزء وظایف دولت، یعنی رگولاتوریش با دولت، جزء وظایف دولت. خب یعنی هیچ کس اجازه نداره، حتی تو همین امریکا هم هیچ کس اجازه نداره پول خورد مردم رو جمع کنه و بگه که من باش که کاری میکنم، هر کاری. حالا یکی سود میده، یکی هم یه بازی درست میکنه به اسم توکن که این بنده خدا دارید میبینید. این هم ملت پول دارن بهش میدن که توکنشون بره بالا دیگه. یعنی هیچ دیوونه‌ای در دنیا نیست که توکن بی آر جی رو بخره و بدونی که قراره بیاد پایین. درسته؟ پس چرا ما میگیم پانزی؟ توی توکن اتفاق پانزی این شکلی، یعنی سود ثابت نداره. پانزی تایپ‌های مختلفی داره. این یه مدل از پانزیه، پولو میگیره، برای شما یه چارت میذاره جلوت و با اون چارت بازی میکنه. حالا چجوری میتونه اون چارت بازی کنه که اعداد بالا پایین نشون بده؟ در ادامه یه دوستی میاد اینو توضیح میده. بریم ببینیم که ایشون میگه که اعتبار چیست داستان چیه. ببین، اولین چیز که اعتماد رو ایجاد میکنه گذشت زمان هستش. صرافی که میتونم 3 سال هستش که از فعالیتش میگذره و تا به الان به تمامی ادعاهایی که داشتیم، حالا شخص خودمان یا تیممون داشته، عمل کردیم. ما استارت و شروعمون از یک استارتاپ خیلی کوچیک بود، از یک ربات تلگرامی که اونجا میتونستید، یعنی زمانی که هیچ صرافی نبود که با قیمتهایی که ما ارائه میدادیم بیت کوین خرید و فروش کنیم. من یادمه اختلاف خرید و فروش بیت کوین زمانی که بیت کوین مثلا 35 میلیون تومان بودش 15 میلیون تومان اختلاف داشت، یه درصد خیلی بالایی. یا USDT که تتر استران دلار کریپتوکارنسی که خرید و فروش میشد تا 2000-3000 تومان اختلاف داشت. ما شروع کردیم اختلاف رسونم به 100 تا تک تومان. اول از ببینید، ادعاهایی که داشتیم، حالا شخص خودمان یا تیممون داشته، عمل کردیم. دادیم بیت کوین خرید و فروش کنیم، کریپتوکارنسی که خرید. ببینید این الان من یه دکمه رو در اشاره میکنم، اون همین که تو خرید و فروش این اختلاف مثلا تتر رو به شما با اختلاف 100 تومن میداده. خب ببینید عزیزانی که تو ایران دارن کار میکنن میدونن که این عرضه و تقاضای بر اساس منفعت بازار نیست، بر اساس اون چیزی که تو میتونی ارائه کنی. یعنی کسی که تتر رو با اختلاف 100 تومن میتونه به شما بده، معلوم نیست اصلا سورسش کجاست، یعنی پوله داره از کجا میاد. این بنده خدا داره برای کی پولشویی میکنه که میتونه؟ اصلا براش مهم نیست که اینجا سود کنه. ببینید، منی که دارم توی این بیزنس کار میکنم، همه اونایی که دارن توی این بیزنس کار میکنن، یکی از ایراداتی که این بنده خدا میگیرن همینه که چرا اینقدر اختلاف قیمتش، یعنی چرا ارزون فروشی داره میکنه. ببینید، توی بازار ما یه چیزی داریم به اسم گرون فروشی و ارزون فروشی، هر دوتاش جرمه. یعنی شما اگه ارزون هم بفروشی داری یه کاری میکنی، گرون هم بفروشی داری یه کاری میکنی که دوتاش اشتباهه و دوتاش بازار خراب میکنه. این الان تو بحث ارائه رمز ارزا به کاربرها داره ارزون فروشی میکنه. ارزون فروشی رو کی میکنه؟ کسی که پولشویی میکنه. حالا ادامه میدیم. اسنادش رو من وزارت اطلاعات کشور نیستم در بیاره، با دولا در بیارن که این از کجا این پوله رو میاره، ولی اسنادی براش وجود داره که حداقل شبهه این قصه رو پررنگ تر میکنه. من در ادامه بهتون نشون میدم. بزنین ببینم که بریم دولو. استارتش هم زمان جبهه‌گیری و یه سری صحبت ها ایجاد حاشیه‌ای رو شروع کردم. بعد از اون رو پلتفرم crypto.net تقریبا بعد از 6 ماه سایتمون بند شد. بعد از اون پلتفرم جدیدمون رو با قدرت بسیار زیادی لانچ کردیم که تیم فنی ما پروژه‌های بسیار بزرگ از جمله جرینگ رو انجام دادیم که سابقه هم هستش. پورتال مخابرات MCA رو داریم. اینا کدای خوبیه ها، یعنی اینکه ببینید تیم فنیشون کجا هم کار کرده نشون دهنده ریشه مشترکه. حالا
من اسنادی پیدا نکردم این که میگه اونجا کار کردیم، آدماشو نتونستم پیدا کنم، ولی بر اساس حرف خودش این ریشه‌های مشترک ریشه‌ای هستن که خودش یه خطه. یعنی پشتوانه فنی ما یک روز به روز نیست. یعنی کسی که شرکت آیتی نداره چطوری پروژه مخابرات انجام داده؟ این آقا شرکت آیتیش چی بوده؟ میگه من تیم فنی این کاری کرده. تیم فنی باید یه شرکتی داشته باشی بابتش دیگه، یعنی باید یه سابقه یه شرکتی داشته باشی. این که میگه من یه تیم فنی دارم که برای جیرینگ کار کرده، همه ما میدونیم جیرینگ شرکت رانتی مخابراته. این که میگه برای همراه اول کار کرده، همه ما میدونیم فاسدترین کارتل اون کشور، یکی از فاسدتریناش اپراتوره. خب حالا میریم ببینیم که این بنده خدا دستش با اپراتور کجا توی کاسه بوده. منافع مشترک دیگه، منافع مشترک. اونایی که فساد میکنن، اونایی که جرم میکنن، اما دنبال پولن. و اگه جای منافع مشترک داشته باشن از هم دیگه حمایت میکنن به راحتی. 15 سال سابقه هستش. 15 سال میگه من سابقه دارم توی این حوزه. خب 15 سال سابقه دارم، این الان سرچ میکنی تا دیروز جل میفروخته تو کانالش. جل فروشی کار بدی هم نیست. کار بدی نمیکرده. کارش جل فروشی بوده. حالا جل فروش چجوری الان داره میگه من یه سابقه مثلا یه تیم 15 ساله مثلا دیولپر دارم. اینو باید بریم ببینیم که داستان چیه. مهدی استوی اسم مهدی استوی، دکتر مهدی استوی میاره. من هیچ دیتایی از دکتر مهدی استوی پیدا نکردم. یعنی دکتر مهدی استوی داریم که اصلا معلوم نیست کیه. شما سرچ کنید اگه پیدا کردید برام بفرستید. مدیریت بخش دارم. من و بعد از این هم به زودی صرافی قسمت ادوانس لانچ میشه. حضور داریم و هر زمان کاربرها میتونن تشریف بیارن. حالا یه پذیرایی ساده هم در خدمتشون هستیم. و مسئله بعد این که خود بنده تو ایران حضور دارم، برخلاف خیلی از حالا شاید پروژه هایی بوده که از ایران رفتن حضور داشتن. من اینجا حضورم میگه من خودم تو ایرانم، پس اعتبار داره کارم. تمام اون دزدایی هم که دزدی کردن اول تو ایران بودن، بعدش رفتن. اون زمانی که دزدیشون تموم میشه میرن دوست عزیز. و اینم بله، شما ایرانی الان. سه سال است داریم کار میکنیم با تمام اتفاقاتی که افتاد، از جمله تو چند ماه اخیر کاربران زوزن دارن قطعا. سه بار سایت ما فیلتر شد بدون هیچ دلیلی. حالا میگه بدون هیچ دلیلی سه بار سایت ما فیلتر شد. اولا طبق قوانین خود دادستانی اگه یه سایتی سه بار فیلتر بشه دیگه از فیلتر در نمیاد. همینجا نشون میده که این یه بک‌گراند امنیتی پشتشه. حالا در مورد اون بک‌گراند امنیتی هم صحبت میکنیم. متاسفانه من تو کانالم گفتم، اینجا هم میگم. ببینید شبکه امنیتی تو همه کشورها باید از سیاست فاصله بگیره. یعنی سیاست و امنیت، آدمای امنیتی اگه برن تو کار سیاست، اون کشور دیگه کشور نمیشه. خب اصلا با فرض این که کشور کشور هست، اگر این اتفاق بیفته اون کشور دیگه کشور نمیشه. این اتفاق افتاده تو مملکت ما. یعنی ما الان 1000 نفر تو اون کشور ساب مملکتن، کد تنکیو مشخص نیست. ولی جزئیات نمیشن پشت پرده اتفاقات کی بود و چه. این چرا میره دوستان ببخشید. به قسمت ادوانس اون چی میشه؟ کاربرها میتونن تشریف بیارن. اتفاقاتی که افتاد، از جمله تو چند ماه اخیر کاربران زوزن دارن قطعا. سه بار سایت ما فیلتر شد بدون هیچ دلیلی. حالا وارد جزئیات نمیشم پشت پرده اتفاقات کی بود و چه اشخاصی بودن. حرف حدیث زیادی داشتیم که فقط اشاره میکنم اسم نمیاریم، بازم از دوستانی که توی صنعت شناخته شده هستن قطعا من اسم بیارم همه میشناسن. ایشون اومدن برای گروه تلگرامی گفتن که مدیران کریپتولن رو بازداشت کردن و دفتر کریپتولن بسته شده، کلن کردن. این نامالایانتی ها رو داشت. ببینید این در ادامه بهتون نشون میدم که برخلاف قوانین به اینکه بانک مرکزی ما، اینکه دولت کلاش پشم نداره، این بدبختی ماست. اینکه بانک مرکزی اون کشور کلاش پشم نداره، اینو بدبختی ماست. خب اینا خوشبختی آقای سینا استوی نیست. وگرنه بانک مرکزی کشور خیلی شفاف نوشته که آقا عرضه آی سی او در کشور غیر قانونی است. حالا خوبه، بده، اشتباه، هر چی که هست، الان قانون اینه. خب طبق اون قانون سایتشون سه بار فیلتر شد و تونست از فیلتر درش بیاره. شما میتونی این کارو بکنی تو این کشور؟ اگر داری کار میکنی حرف منو میفهمی که تو نمیتونی این کارو بکنی.
چرا اسپیس میذارم میره بسیار بسیار که ما در قلب تهران حالا شاید پروژه بوده که از ایران رفتن حضور نداشتن. ما اینجا موندیم 3 سال است داریم کار میکنیم با تمام اتفاقاتی که افتاد از جمله تو چند ماه اخیر کاربران حضور زنده انقطان 3 بار سایت ما فیلتر شد بدون هیچ دلیلی. حالا وارد جزئیات نمیشم پشت پرده اتفاقات کی بود و چه اشخاصی بودن. حرف حدیث زیادی داشتیم که فقط اشاره میکنم اسم نمیاریم بازم از دوستانی که توی صنعت شناخته شده هستن قطعا من اسم بیارم همه میشناسم. ایشون اومدم داره گروت باشه اسمش یعنی عرصه کریپتوکارنسی تو ایران شبیه این فیلم ها دوزه درمیه شده همه سعی میکنن همه هست باره. تنها کاری که ما توی اینجا بگه عرصه کریپتوکارنسی در ایران شبیه دزدای دریایی شده همه همدیگر رو حذف میکنن. بازم میادم بندازید بهتون نشون بدم که این آدم چقدر توی کار خودش آدمی که شرافت نداره و چیکار کرده. یعنی این از کوچکترین آدمی که تو اون حوزه داره کار میکنه رو رقیب میدونه و میخواد حذف کنه تا اون بزرگترینش که حالا مثلا الان رقیبش نوبلیکس احتمالاً تو ایران تنها شرکتی که داره تو حجم بالا کار میکنه. بریم ببینیم که این چیکار میکنه. اینا رو یادتون باشه من تیکه تیکه دیگه بر نگردم ویدیو رو تا اون حرفی که زده رو گوش کنید. اصلا کلی تمرکز روی پروژه همون بوده و خدا رو شکر تا الان نه تنها تو ایران تو جهان درخشیدیم که در این مبحث به پروژه ما چون تایممون خیلی طولانی نیست خواهشانی که سوال رو کوتاه‌تر نگیتین جواب بدی که سوال بیشتر بپرسین به جه همین موضوع بین تو گفتیم ما تو ایرانیم همه این داستان ها قابل قبوله اما باز چه تضمینی وجود داره که یه روز من رسول قربانی بلند شدم و دیدم که مثلا اون در واقع ساختمونی که توی ونکه تخلیه شده سینا استویم از ایران رفته و من موندم و بوزم خواهی کم اینو در واقع بازش کنیم این چه تضمینی وجود داره که من به عنوان یک کاربری که حتی تو تهران نیستم ممکنه شیراز نمیدونم بندر عباس هم نمیتونم هر صبح بیام چک کنم ببینم شما اونجا یا نه من اینکه پولام میذارم تو بانک یا جای دیگه خیالم خیلی راحته چون شوهر دارم هر روز میبینم البته بوده شعبه‌ای که بله مؤسسات قرض لازم آره اینا داشتین دقیقاً همین فضا بوده نکته اینه که حالا این تضمین من ساده سوال شما جواب بدم تضمین خود من است تضمین خود منم رئیس بانک ملی ما در رفته رفته خودش داره میگه شعبه بانکی که مجوز بانک مرکزی داشته جمع کرده رفته سامل الحجت سامل الحینده بود نام چی بود سامل الحجت بعد اینا همه رو ما بذاریم کنار بعد بگیم که خیلی شیک وایساده اعتماد به نفس این آدم خیلی مهمه تو کلاوردار کلاوردار اولین چیزی که داره اعتماد به نفسه دیگه با همون اعتماد به نفس برای خودش پروفایل درست میکنه میگه تضمین خود من هستم خودش تضمینه یعنی اصلا قوانین کشور 5 دولت میچی اینا که کلاشون 5 نداره اونا که هیچی یه سری آدم فاسد هم هستن که از این بابا داره حمایت میکنه اینا اونقدر شیک و مرتب نشسته تو چشمای ما نگاه میکنی تضمین خود من هستم خود تو مثلا چه تضمینی هست تو کی هستی که تضمینی مثلا رئیس جمهور مملکتی رأی دادیم به تو چیکاری ببینید ما پروژه بلاکچینی رو لانچ کردیم که سال اخیر به نام بی‌آی‌جی که در حال حاضر مارکت کپش در سایت رسمی کوین مارکت کپ شما مشاهده کنید بیش از 1 میلیارد دلار هستش تقریبا الان 600 میلیون دلار هستش من به شخصه هیچ نیازی به پول یا سرمایه که مردم تو صرافی بر اساس اعتمادشون نگهداری میکنن ندارم و مستعدش هم وجود و اینکه هیچ نیازی به پول نداره خب این چجوری بی نیاز شدی تو رفیق تو همین دیروز من اسکرین شات تو براتون میذارم تو همین 3 سال پیش دنبال 2000 تبلیغ تو کانالت بودی چجوری شده سینا استوی آقای صاحب مملکت به ما میگی سینا استوی 3 ساله چطوری نیم بیلیون دلار پول تو حسابشه مارکت کپشه و دیگه نیازی به هیچی نداره ما از این آدمای بی نیاز زیاد تون کشور ساختیم آقای سینا استوی تو نه اولیش نه آخریش ما اینقدر آدم تون کشور پولدار کردیم و رفتن اینقدر پولدار شدن جیبشون پر شده تو توش گمی این پولا این چیزی که تو امروز داری میبینی برای بقیه سری آدم خاطره است والا حالا میریم میبینیم اسکرین شات اون تبلیغش هم برای شما میذارم که همین 3 سال پیش برای 2000 تبلیغ 20000 تومان تبلیغ کانالشو زیرو رو میکرده خب حالا یهویی جمع شده
دوستان کلاهبرداری پانزی چون جذب سرمایه مردمه، پول وحشتناکی سمتت میاد. کشور ما مستعد کلاهبرداری پانزیه. الان بازی با کلمه رمز ارز، چون سرمایه گذاری دلاری نمیدونم فلان، بابا یارو داداشی تو تبس 2000 میلیارد پول شما رو گرفته. 2000 میلیارد یه آدم تو تبس کلاهبرداری کرده. تمام قربانیای داداشی، آقای اکبر داداشی امروز طرفداراشن تو کلاهبرداری پانزی. الان کسی که بی آر جی خریده که نمیاد بگه جورجانی دستت درد نکنه یارو کلاهبرداری که، الان براشون پامپ کرده برده والا دارن حال میکنه، الان روز عروسی شونه. ولی این پولا رفته تو جیب آقا، یعنی آدمی که تا دیروز داد میزده 2000 تبلیغ رو کانال زپرتیش بگیره، امروز میلیون ها دلار پول تو دستشه. اینو راست میگه. بابت چه چیزی سود میگرفتی تو؟ اونایی که تو این حوزه کار میکنن تتر 100 تومانی بهشون سود نمیده. کسی با فروش تتر 100 اختلاف 100 تومن تو تتر سود نمیکنه، نمیتونه شرکت شو بچرخونه. تو چطوری اختلاف تتر 100 بازم پول درآوردی؟ با جذب سرمایه مردم دیگه، به راحتی. جذب سرمایه مردم و البته حمایت. مثلا 1 میلیارد دلاری که میگی چقدرش توسط کاربرای ایرانی توی حالا اکسچنج های اصطلاح خارجی خریده بشه و چقدرش توسط کاربرای غیر ایرانی توی اونجا؟ چون این خیلی مهمه. یکی از چیزایی که الان باز گفته میشه اینه که یعنی آقا دوستان توی ایران هم اوکی درسته میرن یه کوین رو توی یه دونه از این در واقع مارکت ها اکسچنج ها در واقع فهرست میکنن و بعد توی ایران واسه بازارسازی میکنن به شکل های مختلف و حالا و این دوستان دیگه اینو خب چقدرش اینو چجوری تفکیک میکنین؟ چون اینا خودش یکی از در واقع سوال هست، میگن آقا که این رفته یه جایی رو فرسته که ولی باز خود ایرانی ها دارن میخواه، یعنی فرق بذاره بره. ببینید ما هنوز بنزاز بیاجو توی صرافی خودم نداریم به خاطر همین شبهات. یکی از سوال هم باز همینه، به خاطر همین شبهات که ادعا نشه که مجموعه کریپتولان رمزاز رو تو صرافی خودش لیست کرد. در حال حاضر که متواترین ولت های دنیا از اون اتمیک تمام تبلیغاتش رو از ایران بوده. چه چیزی رو شما کی میاد آخه بی آر جی تو رو در مالزی بخره؟ تمام تبلیغاتش اونجا. همین الان ربات گذاشته که نمیدونن بیاید ایردراپ بهتون بدن. دوستانی که هستن تو کانالش دارن میبینن دیگه، یه دونه کانال هم نداره که، اینا این شبکه گسترده از کانال ها دارن، کانال های خاکستری دارن تا کانال های سفید. کانال خاکستریشون چیه؟ یه سری کانال مثلا سکسی و نمیدونم باز و همه مدل است که بعدن شب لینکش میکنن به کانال اصلیشون. خب اینا که دیگه همه ما اینا رو میدونیم. 10 تا کانالش هم من تو وباموز لیست کردم. خب تو اون کانالا دنبال چی میگرده؟ دنبال تبلیغ اینا دیگه. الان همش داره اینو تبلیغ میکنه دیگه. کجا تبلیغ کردی؟ جز کانال تلگرام تو کجا تبلیغ کردی؟ تو برای چی جذابی برای سیستم امنیتی یک کشور؟ برای سیستم سیاسی امنیتی البته. فقط بخاطر قدرت کانالت دیگه. حالا توضیح میدم. ترست ویژن مفلت ترست فلت بزنیم من ادامهشو بعدا گوش میکنیم. بریم ببینیم این اونجا اصلا چیکار میکنه. یعنی سینا استوی از اونجا چیکار میکنه؟ تو اون پنله داره چی میگه؟ ما یه جشنواره‌ای داریم به اسم جشنواره وب موبایل فلان. جشنواره وب و موبایل الان سال 10 یا 11 بود اگه اشتباه نکنم. قاعدتا یه جشنواره‌ای به اسم وب و موبایل نباید کلاهبردار رو پروموت کنه، یا حداقل باید در مورد این موضوع صحبت کنه، درسته؟ ولی ما این 3 تا آدم رو داریم که دارید میبینید، آقای رضا عرفت نسب، شایان شلیله و میلاد احرام‌پوش اگه اشتباه نکنم، که هر 3 تاش میلاد من نمیدونم، تحقیق نکردم در موردش، ولی رضا عرفت نسب کسی بوده که ما پرونده‌اش رو تو کانال گذاشتیم. این آقا تو انجمن صرفی کسب کارهای اینترنتی همزمان یا انجمنی واسه خودشون زدن که هیچ ارزشی نداره، معنی نیست دارن چیکار میکنن اونجا، یه انجمن واسه خودشون زدن. یکی از پروموت کننده های روبیکا بوده، بعد یه دونه پرونده داشت تو بحث فروش ماسک، اگه خاطرتون باشه بسیج رو برش داد آورده بود ماسک به فروش یه شرکتی رو رفته بودن آورده بودن، یه شرکت مدلینگ رو رفته بودن آورده بودن، شرکت مدلینگ کلا کار مدلینگش رو بیل کرده بود، چسبید بود به مدلینگی که دارم میگم مدلینگ ها، مدلینگی که جمهوری اسلامی نمیپذیره، اون شرکت رو برش داد آورده بودن شده بود فروشنده ماسک و اینا زده بودن به اسم بسیج نمیدونم فلان فروشنده ماسک.
اینو تو تلگرام من گذاشتم. میخوام بگم اینا تیپشون اینه و این آدم آیه رضا الفندصب کسی بود که از زمانی که من رو بحث ارزش افزوده ورود کردم یکی از افرادی بود که مخالف این قصه بود. یعنی آدمی که توی انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی با دزدی از من و شما هیچ مشکلی نداره. اینا با پروموت کردن دزد، با اسپانسر گرفتن از یک کلاهبردار، اینا هیچ مشکلی ندارن. آی شاهنشلی هم که دیگه تکلیفش مشخصه، تو تلگرام، توییتر در موردش صحبت کردم. اینجا من فقط یه دونه توییتش رو برای شما میذارم، ازش دعوت کردم بیا تو لایو استریم. من چند تا سوال خیلی مهم ازش دارم بپرسم ولی نیومد. یعنی ناز کرد، اول گفت میام، بعد گویا بهش تماس گرفتن که نرو و دیگه نیومد. در هر حال چون اینجا بس ما در مورد هر کس صحبت میکنیم میتونی بیا تو لایو استریم ما از خودش دفاع کنه. این آدمیه که توی انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی اون کشوره. خب میخوام بهتون بگم که چرا مبارزه با قمار و شرط بندی جلو نمیره. به خاطر اینکه آقا اینا 80% اون پول داخل کشور داره میچرخه. ما این سری آدم داریم با پول کثیف مشکلی ندارن، اینا فقط پول میخوان. الان آقای شایان شلیله توی شرکت ای نتورک، نمیدونم کارش ادورتایز بوده. این شرکت مال کیه؟ زیر مجموعه کثیف‌ترین شرکت ارزش افزوده ایرانه، همون رهنما و کامیابان نخستین. یعنی پول کثیف رو دادن به آقا الان برا من داره بازی میکنه و استارتاپ ویکند، نمیدونم استارتاپ های ویکندی و نمیدونم صبحانه های استارتاپی و این مسخره بازی ها رو، این مسئول مسخره بازیشه. مثل امین فردین که الان مسئول نمیدونم گرم کردن فضاست توی لایو استریم های قماربازا، ایشون هم مسئول جمع کردن بچه استارتاپی و نمیدونم بامزه بازی و سفر میریم و ببینید نمیدونم اسکرین شات فلانم و همین دلقک بازی هاست دیگه. حالا طرز فکرشو ببینید، طرز فکر این آدم اینه. آقا تبلیغ شرط بندی مگه اصلا اشکال داره؟ سایتش بازه، کاربر راضیه، ساب سایت راضیه، مشتری راضیه و کور لحنه آدم ناراضیه. ببخشید دیگه، حالا این کات کرده ولی من راحت شدتون گفتم. خب این آدم آدمیه که در همایشش کی شرکت میکنه؟ آقای جواد جاوید نیا، خود آقای جهرومی و و و، یعنی اونا میرن تو همایشای این آدم شرکت میکنن و برای این آدم کردیت درست میکنن و این با اون کردیتی که داره و اون بازی که داره و اون داستان استارتاپی حالا کلاهبردارا رو میکشه بالا، کلاهبردارا رو پروموت میکنه. خب به فراری های خارج کشور هم باید جواب پس بدیم، گرفتار شدیم به خدا. منو داره میگه، به من میگه فراری خارج از کشور، احتمالاً داره منو میگه. خب حالا اینکه منو ریپلای کرده احتمالاً منو داره میگه. خب من فراری خارج از کشورم ولی دوز نیستم. از اون کشور همه باید فرار کنن، اگر فرصت شو داشتن حتما میرفتن. خیالتو راحت کنم که بدونی فرار کردم، دزدی نکردم. من هر جای دنیا که بتونم برم حقم اینه که برم زندگی کنم، ولی اگر سندی از دزدی من دیدی، اگر سندی که من هموطنمو دارم به خطر میندازم، اونو بیام منتشر کن. ولی تو داری این کارو میکنی، من نموندم که نونمو تو همچین خونی نزنم. خیلی بیشتر از تو فرصت داشتم، البته نیومد تو لایو استریم. ادامه میدم، خواستم روحیات این آدمو فقط ببینیم. این سندیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. بانک مرکزی کشور، معاون فناوری های اطلاعات نوین آقای مهرابیان، الان این سند ایشونه. داره بانک مرکزی میگه آی سی یو شما نمیتونید تو کشور عرضه کنی. خب اگر مثلا تو مالزی لانچش کردی، برو تو مالزی تبلیغش کن. چرا تبلیغش رو فارسی رو ایران میکنی؟ غیرقانونی دیگه. مثل این مونه که دقیقاً عین داستان قماره دیگه. یعنی که فرشید اگر یه سایت فارسی زده میتونه تو ترکیه تبلیغ کنه، ولی تو ایران و شبکه بانکی ایران رو نمیتونه استفاده کنه. تو نمیتونی توی برج نمیدونم نگین در ایران سه طبقه دفتر داشته باشی و آی سی یو بفروشی. خب آقا آیه محرمیان، معاون محترم فناوری نوین بانک مرکزی، شما کلاه خودت، آخه اعتبار خودت مرد حسابی، این اعتبار بانک مرکزی اون کشوره، از اعتبار خودت دفاع کن. نمیخواد حرف ما رو گوش کنی، یا حداقل بنویس آقا به ما ربطی نداره این موضوع، برید همدیگه رو پاره کنید. ولی موقعی که یه بخش نامه میزنی توش رسما اعلام میکنی یا ما هم چیزی نداریم و درستم داریم کارو میکنی، چون هر کسی هر رقمی یه دونه توکن نگیره دستش، توکن ساختن ملت رایگانه، ثبتش هم پولی نمیخواد. شما با 200,000 دلار خرج کنی تو تمام این صرافیه که این بابا لیست کرده، میتونید توکن تو لیست کنی. دیگه میمونه تا حجم تبلیغاتت دیگه، یه مش تبلیغات درستایی بکنی که بتونی توکن آشغال تو بفروشی. خب هر کسی میتونه دکون رو هوا کنه دیگه. پس بعد نقش دولت تو این کشور چیه؟ نقش بانک مرکزی تو این کشور چیه؟ البته که نقشی نداره، اگه داشت که بعضی ما این نبود.
بریم سراغ سایتش. این سایتش یه ادوایزر داشت روز اول که اومد خودش معرفی کرد، این دوستمون توکای، که آقای توکای نمیدونم سایت bitcoin.com آورده. اینا هیچ کدوم آدم معتبری هم نیستن، به این موضوع توجه کنید، اینا خیلی هم معتبر نیستن، اینا فقط برندن. خب این آدم هم برند بود، اومد اینا رو لیست کرد که خب ببینید ما ادوایزر ها خیلی آدم های مهمی هن و فلان و اینا. همین آقای توکای کسی بود که 4 ماه بعد اعلام کرد که این پروژه کلاهبرداری است. اینم متنش، همین آقای توکای الان دیگه تو لیست حذفش کرد، این لیست جدیده دیگه، توکای نیست. و آقای سینا استوی هم در سایت انگلیش چی اسمش؟ هاکان استوی. سینا رو حذف کرده گذاشته هاکان. این پروفایل سازی، آقا در مورد پروفایل سازی صحبت میکنم. من کامنتاتون بچه نمیخونم، بعدم نمیخونم. کامنت بذارید، کامنتاتون میخونم. آقای همون دوست عزیزمون که قبلا ادوایزر بود، امروز اومد با بی آر جی کارش چیه؟ برای قربانی پامپ و دامپ میکنه. پامپ و دامپ یعنی چی؟ پامپ و دامپ یعنی که شما الان توکن رو برای چی میخری؟ توکن رو میخری که بره بالا، افزایش پیدا کنه دیگه. شما مثلا 1 سنت میخری، قراره بشه 1 دلار. خب یه چارت جلوت این میره بالا و تو خوشحال میشی که میره بالا. ما میگیم پانزی. برای چی میگیم پانزی؟ پانزی یعنی اینکه تو میتونی این چارت، اگه کسی بتونه اون چارت، این چارت باید بر اساس عرضه و تقاضا بره بالا، بر اساس پیشرفت پروژه که توی چی مشخص میشه، تو وایت پیپرش مشخص میشه، یعنی استپ بای استپ مشخص تو وایت پیپر. حالا یه دوستی میاد الان توضیح میده که ایراد بی آر جی که ما بهش میگیم، این دو هر تا ادوایزرش داره میگه اینا میتونن پامپ و دامپ کنن. ببین میتونه پامپ و دامپ کنه. یعنی چی میتونه پامپ و دامپ کنه؟ یعنی میتونه اون چارتو حتی تا صفر بکشه پایین. یعنی امروز شما خریدی رفته بالا، موقعی که میره بالا شما نمیفروشی. آقای قربانی، آقای زرنگ، آقا این فکر میکنی علاوه بی آر جی سود کردی. تا زمانی که بی آر جی میره بالا تو نمیفروشی، با امید این که این داره هنوز میره بالا. یعنی هیچ کس نمیدونه اوج کجاست که تو اوج بفروشه. خب و یه شب از خواب بیدار میشی میبینی اومده شده صفر و تو بازم نمیفروشی، یعنی بلا تکلیفه، پول دست ایناست، اینا دارن برات بازی درست میکنن، میکشه بالا میکشه پایین میکشه بالا. این اتفاق توی بیت کوین نمیفته. اگر میخوای بخری برو یه رمز ارزی بخر که ثابت داشته باشه، برو یه چیزی بخر که دنیا عرضه و تقاضاش مشخص باشه، تعداد آدمایی که کسی نتونه توش دست ببره، برو یه همچین چیزی بخر، نرو بی آر جی بخر. خب حالا این تو مصاحبهش اتفاقا به یه موضوعی هم اشاره میکنه به اسم تحریم ها. ببینید این تحریم ها خیلی یارو پولدار کرده، یعنی موقعی که اسم تحریم پیش میاد، حالا یه سری مسئول بی سواد هستن تو مملکت که تو میتونی بری پیششون و بهشون بگی که آقا من میتونم تحریما رو با این دور بزنم، آقا من یه توکن درست میکنم بعد فلان. آقا این رپ پول مملکتی که داره از مملکت خارج میشه، مسئول بی سواد، این پول مملکتی که داره دلاری از کشور خارج میشه، تو تحریمی رو دور نزدی. فکر نکن مثلا بقیه دنیا دارن پول میریزن تو بی آر جی شت کوین. نه خیر، بقیه دنیا میدونن این شت کوینه، این پول مردمه، پول ایرانیاست. تحریم دور نزدی، این داخل کشور داره میچرخه. اینقدر نمیفهمید شما آخه؟ ای خدا. خب کار قدم بعدی سینا استوی چیه؟ پروفایل سازی. چجوری پروفایل سازی میکنه؟ پول خرج میکنه. شما پول خرج میکنی، پروفایل سازی میکنی. چطوری؟ ببین دیگه، یهویی سینا استوی از تخمق در میاد و میشه کارآفرین حوزه بلاکچین با پولای شما، با پولای شما. کسی که کار پانزی میکنه پول دستشه، با پول بازی میکنه، اینا رو برای شما درست میکنه. توی پانزی خیلی مهمه پروفایل سازی، که یه فضای آرامشی رو به سرمایه گذار بده که آقا نگاه کن یارو آدم مهمی ها. سینا استوی، سینا استوی که تا دیروز سینا استوی بود، امروز مهندس سینا استوی هم شده. حالا در مورد صحبت میکنیم. ببین من پروژه پوانزی مختلفی رو تو کانال بررسی کردم، مثلا وایزلینگ رو یادتونه؟ وایزلینگ که خیلی هم تو ایران قربانی گرفت، همین دیروز سایتش هم دان کرد، تموم شد. هنوز تو کانال دارن ملت دعا میکنن، یکی آیت الکرسی میخونه، اون یکی میگه نمیدونم بریم فلان، اون یکی میگه بریم جلو سفارت فلان اعتراض کنیم. بابا اینا اگر تو اون کشور دولت، شبکه اطلاع رسانی، صدا سیما، کوف زهران، اگر اینا وظیفه‌شون انجام میدادن، من میگفتم آقا اینا دیگه خیلی حالشون خرابه. ولی موقعی که با یه کشوری طرفیم که طرف نمیدونه پولش رو چیکار کنه، میخواد بذاره تو بورس، میبینه بورس اون شکلی میشه، چیکار کنه؟ آقا آقای دولت، تو باید برام مردمت یه آلترناتیوی داشته باشی برای سرمایه گذاری.
اگه نداشته باشید باید پولشو میریزه تو حلقه سینا استوی، پولشو میریزه تو حلقه نمیدونم وایز لینک و امثال وایز لینک. فکر نکنم مثلا وایز لینک آخریش بود، قبل از اونم 10 تا پروژه دیگه بود ما لیستشون کردیم، بعد از اونم هستن آی اس ام اس ماینینگ و و و و قبلش هم آی ماینر و اینا. خبرگزاری ها چی کار میکنن؟ خبرگزاری هم که بدبخت و دله میبینید دیگه، هر خبرگزاری 700 هزار تومان پول بدی سری خبرتون میزنه. تمام این خبرها رو نگاه کنی همشون یه چیزی به اسم رپورتاج آگهی که پول میدی خبرتون میزنه این تو. من اون دفعه تو لایو استریم گفتم برای تست رپورتاج آگهی میخواستم بزنم یه فردی در امریکا 3 تا چشم داره و عکس خودم رو بذارم و ببینید که این همه خبرهای منو میزنه. فقط خبر رو میزنی، پول میخواد، جامعه جمالا پول میخواد، دنیا اقتصاد پول میخواد و و و حتی اینجا خبر انگلیسی هم براش کار کردن و یقرم تا اینجا بسته و فلان. خب این آدمی که الان داره تو اون کشور کار میکنه 2 سال پیش کجا بوده؟ ببینید این که میگه من بکراند دارم، هیستوری دارم، هیچی نداره. تا 2 سال پیش هم کسافتکاری میکرده تو تلگرام، همین کسافتکاریایی که مرسومه دیگه، چه میدونم پوسته جعلی تلگرام و بعد نمیدونم ربات تلگرامی و این کسافتکاری با هم میپردازنش. خب یادتون میاد گفتش که من توی حوزه شده شبیه نمیدونم راهزنا و نمیدونم دزده دریایی و اینا. خب این سندش کانال هست، یعنی سندیه که پلیس میتونه تاییدش کنه. اینن ما مطلبش رو فوروارد کردیم. یکی از خوبیای تلگرام اینه که سند اوقی که نگه می‌داری دیگه نمیتونه طرف ادیتش کنه. این سند تو تلگرام هست، من براتون اسکرین شاتشو گذاشتم. این یه کانالی داره به اسم دایورت. کانال این زیاد داره ها، به اینا دستشون تو تلگرام خیلی بازه، کانال هم زیاد دارن. گفتم کانال خاکستری دارن، کانال سیاه دارن، کانال سفید هم دارن. کانال سیاه چیه؟ کانال پرنه، کانال مثلا فیلم و فلان و اینا، خاکستریه. من چرت و پرتایی که میخونید روزا تو تلگرام اینا تهش شما رو میبره به سمت کانال سفید. کانال سفیدش چی است؟ کریپتولند، بیستا پرشیا، اینا کانالای سفیدشه که دیگه همه جا میگه اینا مال منه، ولی اینا رو نمیگه مال منه. مثلا دایورتو نمیگه مال منه، ولی بر اساس تبلیغایی که تو دایورت میبینی که معمولا هیچ تبلیغی هم نداره، صرفا کاربر رو میکشونن به سمت کانالای سفید. خب الان تو دایورت ببین تبلیغ چیو کرده، تبلیغ یعنی زمانی که بعد از اینکه کریپتو لند رو انداخته تبلیغ کریپتو لند کرده، همزمان توی همین کانال ببینید تبلیغ چی کرده. اولین مرکز صیغه حلال در ایران، تمام شهرها معرفی صیغه بین فلان فلان، حجت الاسلام شیخی. این بدبختی که شما رو موبایلش اینجا دارید میبینید یه بابایی به اسم شیخی که این کارش فروش کریپتوکارنسیه، یعنی کار کریپتوکارنسی بوده. بعدا کارش هم همین، یعنی اینا تمام زندگیشون همین شماره موبایلشونه که با شماره موبایل مثلا تو زنگ میزنی بیت کوین خرید فروش میکنن، تتر خرید فروش میکنن، اینا یه پولی در میارن میبرن سر سفره زندگیشون. خب این بابا با این لج افتاده اومده شمارهشو به اسم مرکز صیغه حلال در ایران منتشر کرده. حالا یه همچین حرومزاده ای، ببخشید جمله رو اینجوری دیگه باید بگم دیگه، میشینه اونجا تو قبقبش باد میندازه میگه من اعتبار منم. تو چه اعتباری داری مرد حسابی؟ تو به دلیل فشل بودن و فاسد بودن دستگاه حاکم در اون کشوره که این امروز رشد کردی، وگرنه تو هیچ جایگاهی نداری تو اون کشور. یک دونه از این سندها کافیه تا زندگی یه آدمی رو اصلا بپاشه تا آخر دیگه پرونده‌اش رو بپیچه. صیغه حلال در ایران شماره ملت رو پخش می‌کنه به صیغه حلال. این کسافتکاری زیاد کرده ها، فقط خواستم این نمونه‌اش رو ببینید. خب یکی دیگه از کارهایی که می‌کنه عرض کردم یکم بیایم عقب‌تر. ببینید سینا استوی توی تایمی اگه یادتون باشه تو دراویش گنابادی توی نمیدونم سعادت آباد بود، پاسداران بود، کجا بود، اینا میخواستن گندشون رو برن بازداشت کنن، یه بابایی بود میخواستن بازداشت کنن، این دراویش گنابادی ریختن و جلوی اونا رو گرفتن. و یکی از دراویش، یعنی یکی از آدمایی که تو تیم دراویش گنابادی بوده سینا استوی است. یعنی اگه اسمش رو سرچ کنید میبینید. قصه مال کیه؟ مال همین 4 سال پیشه. بذارید من ببینم لینکش رو پیدا میکنم براتون بذارم تو برگردیم ادامه اسلاید. یکی از دلایلی که اسمشو میکنه هاکان، یعنی شروع کرد با اسم هاکان، برای همین بود که اون داستان اسمش که تو لیست دراویش گل‌آبادی هست بشه. خب
من اینو برای شما شیر کنم ببینید. خب اینجا ببینید این از سایت هرانا که بحث حقوق بشر تو ایران رو داره، این درگیری‌ها رو لیست کرد که کیا بودن، کیا بازداشت شدن. خب این درگیری پلیس و درامیش در تهران دست کم 300 تا بازداشت و 5 تا کشته داشت و سال 96 97 98 99 یعنی همین 3 سال پیش، 3 سال پیش این آدم با قمه جلو نیروی انتظامی بوده. ببینید به من نگید کار خوبی کرده، درامیش گناه‌آبادی رو باید فلان می‌کردم. ببین اگه ما از نگاه قانونمندی به موضوع نگاه کنیم، هیچ انسانی اجازه نداره جلوی نیروی انتظامی با قمه وایسه. خب حتی اگه از نگاه حقوق بشر بگیم آقا یه درویش گناه‌آبادیه که بهش سخت گذشته، خب بعد چی شده که یه درویش گناه‌آبادی دو سال بعد عکسش با برادر رهبر میاد بیرون؟ شما میتونی برادر رهبر رو ملاقات کنی اگه یه همچین پرونده‌ای داشته باشی؟ میشه من بگید بذار اسمش پیدا کنم. یا این هم اسمش هم ببینید یا نه. حالا من بهتون میگم چرا سینا استبی از تو اون پرونده اومد بیرون. ببین یکی از جذابیت های شبکه امنیتی فاسد اینه که با آدمایی که مشکل دارن و البته قدرت دارن کار میکنن. خب که سینا استبی یکی از اونها. سینا استبی یه قدرت خوبی روی تلگرام داره، بله کانال زیاد داره، قدرت تبلیغاتی بالایی داره و جذابه برای سیستم امنیتی و سیستم سیاسی. از جذاب از یه تاریخی به بعد ایشون جذب یه سیستم، یعنی همین تاریخی که دارید می‌بینید به بعد ایشون جذب و حمایت یه سیستم امنیتی رو کسب می‌کنه. اینجوری نگاه نکنید که نشسته صف صف منم منم می‌کنه. منم منمی وجود نداره. این پشتش آدمه، پشتش آدمایی هستش که دارن از قبل این انداختن جلو، از قبلش دارن می‌خورن و اون آدما آدمایی هستن که خب بدبختی های مملکت حاصل تلاش‌های اون عزیزانه دیگه. بریم ببینیم چطوری میشه که شما از قمه کشیدن عکساش قمه عکساش هم تو سایت بوده حذف کرده، البته من گذاشتم تو کانال که عکسایی که قمه خورده به صورتش اینا با قمه راه افتاده بوده نیروی انتظامی رو میزده. اگه تو نیروی انتظامی قبول نداری با قمه باید بزنیش، الان باید از کشور خارج شده باشی دیگه. چجوری تو قمه کشیدی نیروی انتظامی رو زدی و الان توی برج نمیدونم نگین سه دفتر سه طبقه شرکت داری و کلاهبرداری پانزی میکنی؟ اینا جای سواله. من اسناد رو نشونتون میدم، تصمیم گیری با شماست. خب برگردیم سراغ اسلاید خودمون. اینا یه وقتی فکر میکنن که ما احمقیم، میدونی؟ یعنی اینکه من اگر به عرض کردم شما میتونید سوارم بشید، من اگه کسی زور زیاد باشه سوارم بشه دیگه سوارم شده، ولی سوار شعورم ایش که نمیتونه بشه. اینا باید بدونن که کسی سوار شعور ما نمیتونه بشه. شمایی که داری لایو استریم نگاه میکنی، شما به اندازه خودت جلو اینا رو بگیری. من تو کانالم گفتم اگر شماها جلوی همچین فسادایی رو نمیگیری تو حوزه‌ای که سوادشو داری، فردا همینا سوارت میشن، باید دماغ جلو همین آدم خمشی و پابوسی کنی جلو همین آدم. اینو نگاه نکن با این شتاب داره میره بالا هر تو همین لول میمونه، خیر فردا بانک هم ثبت میکنه برات. داشتیم ما مدلای زیادی شو داشتیم تو اون کشور دیگه، بعدنمون هم سر شده دیگه. خب بریم سراغ کانالش. یکی از کارهایی که میکنه با همون قدرت که تو تلگرام داره ساخته این رأی‌گیری های جعلی است به حمایت اون سیستم. حالا یه وقتی برای خودش درست میکنه، مثلا این سمت راستی رو میبینید در چند روز گذشته که بیت کوین نوسانات زیاد شد، خیلی از صرافی ایرانی در حین نوسانات قطع و مختل شدن. کدام صرافی بیشترین قطعی را داشت و باعث ضرر زیاد شده شدن؟ همه بیشترین قطعی رو داشتن الا کریپتولند. کریپتولند 1% بقیه همه بد بودن. خب حالا بیا این وقت سیاسیشو نگاه کنیم. پین کانالش چیه؟ اون چیزی که الان پین میکنه هیت زپ و زپ چیه؟ بخشش سانسور شده مصاحبه دکتر احمدی نژاد با تلویزیون فرانک. آقا شما ممکن الان که توی این لایو استریم ممکن حامی آقای احمدی نژاد باشی. خب اصلا برای من نه مهمه که تو حامیشی، نه از خوشحال میشی که من بر علیه صحبت کنم. من دارم اسناد ارتباط این آدم با احمدی نژاد رو شما نشون میدم. تصمیم گیری با شماست. من نه رأی میدم، نه میخوام رأی بدم، نه فکر میکنم که رأی دادن چیزی رو تو اون کشور عوض میکنه.
ولی شما آزادی که هر جور که دوست داری، هر کار که دوست داری بکنی. شما رو هم تشویق نمی‌کنم که رأی بدی ندی، بکنی نکنی، احمدی نژاد بره نام جهرومی بیاد، از نظر من هیچ فرقی نمی‌کنه. هر کدومشون بیان یه دکونی دارن که اون دکونه رو آباد می‌کنن، یه سری آدم مثل سینا استوی دارن و دار دسته خودشون می‌خورن و میرن. برای من و تویی که مستقل هستیم هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا این نظر منه. بریم سراغ این نظرسنجی که دارید می‌بینید. به کدام نامزد انتخابات در انتخابات 1400 رای میدهید؟ محمود احمدی نژاد 51% بالاست. بقیه همه پایینه. ببینید، هم با اختلاف پایینه. خب اینا کسافتکاریایی که سینا استوی بلده و پروندهش اینجوری حذف میشه. یعنی اینا جذابه دیگه. اینا برای اون بی سوادایی که با قدرتن تو اون کشور، اینا جذاب. این دست این آدم توی آی تی براشون جذابه. خب بریم ببینیم رایفور در مورد این کانال تلگرام چی میگه. این تیکش رو گوش کنید. کانال تلگرام که دست همین آقایونه. رفتم همه رو خریدم. اما مطلع بهتون میگم. میگه کانال تلگرام دست همین آقایونه. من مطلع بهتون میگم رفتن همه رو خریدن. کانال تلگرام که دست فارغ از اینکه شما چه نظری نسبت به رایفور داری، شما نظرم نسبت به رایفور منفی نیست. داره مستقل کارش. تا زمانی که من هیچ سندی نداشته باشم که این آدم از بیت المال پول میگیره، هیچ نظر منفی نسبت بهش ندارم. خب اصلا برای مهم نیست شما نظرت الان چیه. نمیخوام دعوای بین این که رایفور خوب است یا بد است رو راه بندازیم. فقط میخوام با عنوان یه آدم مطلع، چون یه آدم مطلع دیگه بالاخره اونقدر منبع تو ایران داره که بهش بگن داستان چه خبره و این فضا ایرانو میشناسه، با عنوان یه آدمی که فضا ایرانو میشناسه نظرش رو گوش کنیم ببینید در مورد کانال تلگرام چی میگه. کانال تلگرام رو رفتن خریدن، یعنی کانال تلگرامی که بیشترین ویو رو داره، ممبر بالا داره، اینا دیگه در دست جبهه‌های سیاسیه، دیگه سوار شدن روی این موضوع. البته این به این مفهوم نیست که حالا مثلا تبلیغ قمار اگه اون تو باشه جلوشو بگیرن، نه اصلا براشون اینا مهم نیست. توش پر رم بذاری براشون مهم نیست. مهم اینه که در یک زمان خاص یه مطلب خاصی رو لاول میکنن شما ببینید. همین حرفی که رایفور همین میگه. اما کلا دارن چه میگن؟ شما تا کانال اسم نمیخوام ببرم، کانال اینترتینمنت یه میلیونی میبینی سرگرمیه، سیاسی کانال یه میلیون لایک داره مثلا اون رو دار میبینیم. خب این نظر ایشون در مورد این خبر. حالا یه روشی دیگه برای اینکه ثابت کنیم که سینا استوی با احمدی نژاد لینکه، با دار و دسته احمدی نژاد لینکه چیه؟ ببین سینا استوی خیلی تلاش رو کرد که یه مطلبی بر علیه من پیدا کنه، هیچی نتونست پیدا کنه و همش تهدید کرد تو کانالش. من گذاشتم اینجا یا نه بذارید من درست پیدا نگاه کنم. گذاشتم. مطلبی که بر علیه من گذاشته چیه؟ مثلا اومده گفته آقا دوستان، کانالی به نام وگاموس که ادعای افشاگری از پشت پرده مسائل سایبری و رمزارز در ایران رو داره، توسط شخصی به نام محمد جورجانی داره میشه. همینطور که می‌بینید در داخل خود کانال خودش سعی داره با فیشینگ و شایع پراکنی مخفیانه پول و رمزارز گدایی کنه. ببینید این آدمی که به دونیت میگه گدایی رو برداشتن آوردن توی جشنواره وب و موبایل و نمیدونم چی برای ما سخنرانی کنه در مورد آینده رمز ارز. طرف هنوز شعور نداره بدون فرق دونیت با گدایی چیه، یعنی هنوز ساده ترین مسائل اجتماعی رو نمیدونه. نه که فکر کنید مثلا اینو عمدن داره، نمیدونه، به خدا نمیدونه. یعنی این سطح شعورش همیناست. این سطح شعورش در حد اینه که اسم یکی و اسم سیغه بزنه تو کانالش خراب کنه یارو. این تریپش اینه، مدلش چیپه. خب حالا ما دونیت گذاشتیم تو کانالمون دیگه، با افتخار هم گذاشتیم. اصلا یکی از چیزاییه که یه روزی اگه ما ایرانیان یاد بگیریم چیزی در این دنیا رایگان نیست، اون روز ما میتونیم کشور رو درست کنیم. یعنی اولین درس که من تو آمریکا گرفتم که هیچی تو آمریکا رایگان نیست، هیچی. آقا حتی پارکینگ هم رایگان نیست، ولی هر کسی که به شما بابت هر خدماتی که داری پول خوب میده، یعنی میتونی پول خوب در بیاری، ولی هیچی رایگان نیست. ما تو کشورمون چیم؟ یه مش آدمیم که دیگه متاسفانه فقط به منافع خودمون فکر میکنیم و همه چی رو رایگان میخوایم. دولت باید همه کار برای ما بکنه، همش هم باید رایگان باشه. البته مقصر اصلی ما نیستیم، مقصر همون حاکمیته، به خاطر اینکه حاکمیت جلو NGO ها رو گرفته. اگه NGO داشتیم، NGO مجبور بود بره پولش رو با دونیت بگیره از مردم، ولی متاسفانه چون دردت حاکمیت چیزای دیگه است، ما چیزی به اسم NGO هم نداریم. حالا که NGO نداریم، یه سری آدم مغزفندقی هم پیدا میشن مثل این مند خدا که اینقدر توهی ذهنشون که فکر میکنن دونیت گداییه. این مثلا ته افشاگریش از جورجندی این بوده. بعد
یهو زد تو کانال جورج اندی برات سورپرایز دارم. حالا همه اومدن ببینن چی میگه. نترس، نفس عمیق بگیر. شما فکر کانال 1 میلیونی طرف اونقدر بهش فشار اومده توش داره چت میکنه. عجله نکن، من کارم با خون سردی انجام میدم، صبرم زیاده. فقط دلم میخواد آدمای دور و بر، به کسایی که الان آنلاین هستن این پیام رو میخونن اینو بفهمن، وقتی روبروی من بشینی بازم جرأت داری تو چشمام نگاه کنی و در موردم حرف بزنی، یا مثل رولازم وقتی که گرفته بودنش با آرش ایران دست و پات میلرزه و سرتو میندازی پایین. ببین این چت چند تا مطلب داره. یک، تهدید یه آدم به اینکه آقا من آدم روبایی میکنم، نمیدونم میگیرمت، میبندمت. دو، این داره اون بک‌گراند امنیتی خودش رو پررنگ میکنه، یعنی اون تیم فاسد امنیتی رو به پشتوانه اونا داره این حرفو میزنه. و یعنی هیچ آدمی در حالت عادی بهت نمیگه من میارمت میگیرمت وقتی به آوردمت. خب سه، یه آدمی که تو اون کشور اعدام شده که من مخالف اعدام اون آدم بودم، اگه دست من بود رولازم وسط تهران باد آمد نیوز رو مینداخت که تمام ایبیراد منو بگه، حتی اگه مطلب جعلی میزنه اونجا بره تو دادگاه در مورد صحبت بشه و تو مسیر حرکت کنه. خب حالا به هر دلیلی رولازم امروز اعدام شده و این آدم اینقدر شرافت نداره در مورد یه آدمی که اعدام شده داره اینجوری صحبت میکنه و منو با اون مقایسه میکنه، من اینکه تو کانال مثلا مطلب محرمانه شما تو کانال من نمیبینی، هیچ مطلب محرمانی تو کانال من نمیبینی، هر چی تو کانال من هست جمع‌آوری اطلاعات کف اینترنت روی اینترنت، هیچ مطلبی محرمانه نیست. همین چیزی که شما دارید میبینید کاملا مطالبیه که جمع‌آوری اطلاعاته. ما اینجا با آمدنس فرق میکنیم، ما مطلب محرمانه نداریم، اینجا بررسی پروندت های سینا استوی، تو مجرمی، ما پروندت رو بررسی کردیم تا تنش هم پشت وایستادیم، ولت هم نمی کنیم. هر کی تو به واموز اومده ما ولکنمون خیلی شدید بافت میکنه. همین دیگه، یه تهدیدی کرد و رفت. حالا شما ببین، من برای اون دوستانی میخوام بگم که این تو هرانا اسمش اومده میام میگن آقا تو دراویش گناوادی رو فلان کردی. آقا اگه این جزء دراویش بود، یه درویش گناوادی که بهش سخت گذشته، اصلا یه فرض کنید یه درویش گناوادی به ظلم شده، اینم جزء همون تیمه. یه درویش گناوادی که به ظلم شده میاد یه آدمی رو تهدید کنه که ما میگیریمت میبریمت، بعد جلوت دار تو چشمای من نگاه میکنی دست و پات میلرزه، سرت میندازی پایین، دست و پای من میلرزه. حالا من دهنمو باز میکنم یه چیزی میگم دیگه، دست و پای من میلرزه. گنده تر از تو وسط اوین نتونستم کاری کنم، من دستمو بلرزه. تو که دیگه دوزاری مرد ساری. با احترام به دستگاه قضایی، بریم ببینیم که داستان چیه. میخوام بهتون بگم که فریب اینو نخورین، حالا چون اسمش تو هرانه اومده خیلی دیگه زحمت کشید و خیلی مثلا دیگه الان حقوق بشر رعایت نشده. خیر، اینا چیپن، اینا لاتن، لات قمکشن، لات قمکش. امروز بساط فنگ شده براش، تلگرام یهو کشید بالا و ملت ریختن تو و این چه زندگیش این رو برو شد. بریم ادامه بدیم. آها، بعد یه مطلب دیگه دید که اون جواب نمیده، شروع که شایعه پخش کردن. یکی از شایعاتی پخش کرد چی بود؟ صرافی نوبیتکس 134 میلیارد تومان از سرمایه کاربران خود رو به باد داد. یه مطلب نوشته در مورد نوبیتکس که اینم رقیبشه. شما ببین، میخوام بگم که این اصلا شرافتی نداره، حتی تو کارم شرافت نداره. میاد یه همچین مطلبی رو پخش میکنه تو کانالاش. بعد این مطلب اولین بار کجا پخش میشه؟ تو سایت دولت بهار. حالا اون دوستانی که طرفدار احمدی نژادن برن از آقای احمدی نژاد بپرسن که این چیکاره توئه که تو سایت دولت بهار که دقیقاً مال آقای نشایی خبر منتشر میکنه، همچین خبر جعلی منتشر میکنه. خبر رو تو سایت دولت بهار منتشر میکنه، آرکایوش هم هست، نمیتونن زیرش بزنن. بعد که خبرگزاری از روش کپی میکنن، خبر اصلی رو پاک میکنن. ببین چقدر پدر سوختگی دارن اینا. خبر رو میذاره اینجا، خبرگزاری از روش کپی میکنن، پخش میشه تو اینترنت، خبر اصلی رو پاک میکنه. و الان خبر اصلی رو تو سایت دولت بهار پاک کردن، ولی آرکایو و سندش هست. خب چی باید بگه الان؟ الان باید بگه آقای احمدی نژاد خوب است، اینا رو نمیدونه. اگه آقای احمدی نژاد حتی خبر نداره تو سایت رسمی خودش چه اطلاعاتی داره منتشر میشه، خب فردا چجوری میخواد کشور اداره کنه؟ همونجوری که ایسال اداره کرده البته. خب بریم ادامه بدیم. مثلا همین الان برید دولت بهار اینستاگرامش هم ببینید. حالا البته من نمیدونم دولت بهار مال احمدی نژاد یا مال مشایخه، اینو نمیدونم، ولی دیگه ارتباطشون خیلی نزدیکه دیگه قطعا.
الان سایت مثلا همین الان اینستاگرام دولت آر اگه باز کنید ببینید، میبینید که مثلا همون نظرسنجی ها رو که خودشان به محمود احمدی‌نژاد رأی داده رو خیلی با افتخار گذاشته که نظرسنجی انتخاباتی احمدی‌نژاد در صدر با اختلاف همه رو رد کرد، یعنی همه رو جمع بزنیم احمدی‌نژاد نمیرسی. یه نکته دیگه هم در مورد احمدی‌نژاد است. تو پروژه مسعود مولوی هم احمدی‌نژاد نقش پررنگی داشت. خودش و آقای داورزنه اگه اشتباه نکنم تو توییتر آدمایی بودن که مسعود مولوی رو پروموت کردن. ببینید این عکسو که دارید می‌بینید، من سریع دارم میگم، عذر می‌خوام. این عکسو که دارید می‌بینید، من یه روز ممکنه در مورد مسعود مولوی لایو استریم بذاریم و این نقش های احمدی‌نژاد رو و زینب طاهری رو یه بار دیگه بررسی کنیم. ولی من سریع میگم. مسعود مولوی این عکسی که دارید می‌بینید تو کوچه نگرفته ملت. تو خیابون نگرفته که بگیم آقا مثلا احمدی‌نژاد داشته رد می‌شده، اینا یه عکس فام گرفتن. از پشتی مشخصه که کاملاً یه جلسه بوده اونجا. مسعود مولوی این عکسو گرفت، زینب طاهری رو هوا کرد، دو ماه بعد ترکیه بود، یک سال بعد تو ترکیه ترور شد. یعنی دو از تایمی که این عکس رو هوا کرد، جلسه ها را انداخت، شروع کرد برای نظام صحبت کردن با تیم خودشون و بعد هم رفت ترکیه و بعد همون داستانا. حالا این احمدی‌نژاد با میگه نقشش توی پرونده مسعود مولوی چی بوده؟ خب بذاریم همین همه اسلاید اینجا رو گفتم براتون. بریم سراغ جشنواره وب و موبایل ادامه. در جشنواره وب و موبایل بجز اینکه آقا آوردن یه پنل بهش دادن، الان بهترین وبسایت سال هم شناخته شده، کسب و کار سال، یعنی صرافی کریپتولند شد بهترین وبسایت و کسب و کار سال 1399. یعنی ته داوری رو ببین چطوری میشه اینجوری میشه ملت. چون گلد اسپانسر جشنواره در امسال کی بوده؟ همین آقای سینا استوی بوده. این اسپانسر شده. چجوری اسپانسر شده؟ بریم پکیج اسپانسری رو ببینیم. من کامنتاتون رو بچه بعد میخونم اگه اجازه بدید. خب من اول این دوستی که قرار بود بیاد رو دعوت کنم بیاد، عبودشون هم یه توضیح در مورد تا این دوستمون میاد. بچه من این بریم سراغ جشنواره وب و موبایل که اینا بگیم تو اون کشور بالاخره تو اگه یه جشنواره میذاری یه شرافتی هم باید پشتش باشه دیگه، نیست دیگه متاسفانه، حرف اول و آخر پول میزنه دیگه. خب جشنواره، حمایت از جشنواره. خیلی خب بریم سایت جشنواره که باز میکنه یه بخش اسپانسرینگ داره که تو بخش اسپانسری شرایط اسپانسرینگ برای استارتاپ ها رو نوشته. اول قبل از اینکه شرایط رو ببینیم، من میخوام بریم ببینیم معرفی فضای استارتاپی چجوری، یعنی اینا در مورد اون فضای استارتاپی دارید ببینید. اوکی، در مورد فضای استارتاپی چیا گفتن؟ اول معرفی رو ببینیم. میخوام بهتون میگم که مسئولین نباید توی همچین دکونای برن. دلیل چیه؟ چون اینا همون مسئولین رو میکنن فردا رزومه‌شون، یا اگه میرن دیگه پی همه چی رو باید به تنشون بمالن. یکی میگه مراقب باشید استوری خطرناکه. بابا این دوزاری های قمکش آخه چیشون خطرناکه؟ خود استوری مهم نیست، تیمی که پشتشن مهمه، مگه نه اینکه تش میتونه قمه بکشه دیگه، چیکار میتونه بکنه؟ تیم برگزاری جشنواره وب و موبایل رو میبینیم. این پایین میخوام بهتون بشم بازدید مقامات دولتی از جشنواره وب و موبایل. خب بذار من ببینم آپارات هنوز بچه دارم میبینن. خب آقای جهرومی سرزده رفت با خانوادش، آقای دکتر ناظمی رفت، آقای اسمش که آدم رفت، این هم معاونین آقای جهرومی اینا رفتن. اینجا شما مثلا خب آقای دکتر جواد جاویدنیا رو میبینی، محمد فرجود رو میبینی. خب آدم های کمی نیستن اینا. اینا که میرن اعتبار میدن به این جشنواره دیگه. چه جشنواره؟ جشنواره که هر کلاهبرداری رو با پول پروموت میکنه. آدم هایی که لزومن همه اونایی که تو جشنواره شرکت کردن آدم های بدی نیستن و آدم های زحمتکشی دارن کار میکنن. اونا دوست دارن یه جشنواره باشه بیان کاراشون رو نشون بدن، ولی
بک‌گراند جشنواره ایناست که دارید می‌بینید، وگرنه لزوما عکسه که اینجا دارید می‌بینید آدمای بدی نیستن، بچه زحمت کشیدن دارن کارشون می‌کنن. ما حرفی رو اینا نداریم، خدای نکرده جسارتی به اینا نشه. بریم شرایط اسپانسرینگ رو ببینیم که یهو چی میشه کریپتولند یهو همه جا هست. پکیج A 15 میلیون تومان، پکیج B 25 میلیون تومان، پکیج C 35 میلیون تومان. خدمات گلدش این بوده دیگه که من مطمئنم خیلی بیشتر هم گرفته، من بیشتر از 35 میلیون گرفته، چون دیگه سنگ تموم گذاشته امسال شایان شلیله برای سینا استوی. و بعد هم رفتن کامنت ها رو حذف کردن، یعنی هر کس بر علیه اینا نوشت تو کامنت اینستاگرام که آقا چرا کلاوردار رو اینوایت کردی اومده دعوتش کردی اومده، همه رو رفتن کامنت، کلا کامنت ها رو توی اینستاگرامشون الان بستن. این کاملا یه تریبون یک طرفه، ما پول گرفتیم کلاوردار رو آوردیم روش جونمون، دیگه چیزی نگید. این از شرافت جشنواره. خب بذارید من ببینم که این دوستمون اومد. بذار بدید دوستان، کامی شیر اسکرین تو دارم، من شیر اسکرین تو دارم میبینم، شیر اسکرین تو بنداز رو چیزی که میخواید شیر کنی دیگه. الان شیر اسکرین درست شده. آره خیلی خوب، یه لحظه تو صبر کن من اینو تموم کنم پرزنتمو، بعد شما بیا بالا. خب بذاری بچه تا این دوستم میاد من این پرزنتم ببینم دیگه چی داشت که میخواستم به شما بگم. آها و بعد هم سینا استوی امروز شد مهندس سینا استوی. روش نمیشه میگه من دکتر سینا استوی هم، به خودم میگه من دکتر سینا استوی هم. این ویدئوی فان هم ما باش درست کردیم ببینیم شما خوشتون میاد. مهندس سینا استوی دارای دیپلم دیپلم. دیپلم. سوال من اینه که دیپلم داری؟ دیپلم ردی دارایی. دیپلم ردی. شما مگه نگفتی که من دستخطم خراب است صحبت نمی‌کنم؟ انصافا. حالا من اون لحظه که نیاز دارم بهش میگم صحبت کن، برای چی صحبت نمی‌کنم؟ پروفایل سازی برای یک کلاورد. خب من همه اسلاید ها رو فکر کنم گفتم دیگه، حرفی نمیمونه. اینا همه هر کدومشون توضیحات بیشتری داره، من سریع ازش عبور کردم. بریم سراغ این دوستمون، اجازه بدید. خب سلام کامی. سلام جورجندی، خوب هستین؟ شبتون بخیر باشه. مرسی، ممنونم. بخیر. من اگر از سریع بریم سراغ توضیح تو، بهمون بگو میخوایی در مورد چی صحبت کنی. من شیر میکنم سکرین رو، حالا سکرین تا بچه دارم ببینم. خب الان قراره که بررسی کنیم ببینیم که چه توکنی دادن بیرون، به چه سبکی دارن کلاهبرداری میکنن، این مارکت کپ از کجا اومده و صدای منو از اون برداری میشنوی اونو ببندم بعد چون صدای کمش. آره اون بیام من اسکرین تو بیارم بالا. اوکی بیا. خب توضیح بده. خب اول از همه میریم توی کوین مارکت کپ، سایتی که خیلی ادعا میکنن که کوینمون توش نمیدونم 1 میلیارد مارکت کپ داره و اینجوریه اونجوریه، اینجا ما رو معتبر کرده و
و ببینیم شفافیتش رو مورد نقد قرار بدیم. اول از همه که با مارکت کپ که بیایم پایین تا رنگ 206 میرسیم به مارکت کپ های 2 میلیارد دلار تا 1 میلیارد دلار. طبق گفته بریج خب با این مارکت کپ نباید رنگ 206 باشه، باید تقریبا از 60 الی تقریبا 70 باشه که می‌بینیم بریج اینجا نیست و این کوین‌ها تا تقریبا رنگ 200 همینجور مارکت کپشون داره کم میشه، میاد پایین تا وارد زیر 100 میلیون دلار 100 آره میلیون دلار میشه. وقتی وارد صفحه سوم میشیم دوباره ورق برمیگرده، ارزای چرت و پرتی که مارکت کپ واقعی ندارن اینجا به بعد نشون میده، 1.5 میلیارد و نمیدونم فلان و اینا که میبینیم بریج هم اینجاست. خب بعد بریم خود بریج رو ببینیم. خب اینجا گفتن که سرکولیتین سوپلای 8 میلیارد داره، اما توی خود ترون اسکن میبینیم که 10 میلیارد دادن بیرون. توی سایت کوینجکو میگه هیچ، میگه اصلا معلوم نیست چقدر دادن بیرون. خب حجم معاملاتی این ارز در طول روز به 10 میلیون دلار نمیرسه. چجوری ارزی با این مارکت که الان انقدر مثلا نهایت 7 میلیون دلار ولوم 24 ساعتش؟ خب معلومه که بازی غیر شفاف و غیر واقعیه تمام این مشخصاتی که دارن ارائه میدن. بریم خود کوین رو و سمارت کانترکتی که ساختن رو بررسی کنیم. میبینیم که خب اینجا دوباره فرق داره با تمام سایت های دیگه که اعلام کردن. میریم هولدراش میبینیم که خب 6 میلیارد از این 10 میلیاردش همچنان توی ولتی که این کوین رو ساخته همچنان مونده، یعنی 6 میلیاردش اصلا نفروخته، دست خود سیناستویه. کنیم نشون بدیم که چجوری این شیت کوین ها رو تحویل مردم میدن، چجوری تو پاچه ملت میکنن این شیت کوین ها رو به روش تقسیم دو تایم باکتری برمیدارن. میریم ترانسفراشون، شروع میکنن تو ولت های مختلف اینا رو پخش کردن و سر تایمی که باید فروش بره وارد صرافی ها میکنن تا بفروش. دو روز پیش این کوین ساخته شده، قبلش یه کوینی با این همه صفر دادن بیرون، احتمالاً مربوط به ژل و مل و اینا بوده، دیدن خیلی زیاده، 6 تا صفرشو کم کردن. اینو بخوام بفروشن قیمتش احتمالاً 9 تا صفر داره اولش. آورن یه دونه دیگه ساختن با 10 میلیارد تا توکن. خب بعد اول یه دونه تراکنش یه دونه ای ساخت داده بیرون، تست کرده ببینه میره نمیره، بعد شروع کرده اینو پخش کردن. ببین مثلا یه 100 میلیونشو که بیرون داده رو بررسی کنیم ببینیم چیکار کرده. 180 روز پیش، 2 روز بعد از اینکه کوین ساخته، کوین رو ساخته 2 روز بعد آورده توی این ولت و میبینیم که توی این ولت چیزی دیگه از بریج باقی نمونده. چیکار کرده این ولت؟ تراکنش TRC‌ش میبینیم که از 19 روز پیش شروع کرده 5 میلیون 10 میلیون 10 میلیون 10 میلیون 20 میلیون و و و و خارج کرده از حسابش، از حسابی که 180 روز پیش قبل از اینکه توکن توی چون 22 آگست معرفی کردن این توکن رو توی سایتشون توی تلگرامشون توی تلگرام کریپتو، قبل از اون این ولت پر شده بوده، فولفیل شده بوده و از 19 روز پیش شروع کردن اینا رو خارج کردن. کلا بردار تابلویی هم هست، وقتی برمی‌داره هنوز 60% رو پیش خودش نگه می‌داره، موقعی که ساخته 1% 1% 5% جدا کنه، بنده خدا گشاد بوده، یه ذره هنوز تازه که نوب بوده توی کلاهبرداری و کلا شیت کوین فروختن، چون میتونست اینو بکنه 5% غیر قابل رهگیری بشه. خب ولی ولتایی که براش پول ریخته رو بررسی کنیم. خوش اینا این 20 میلیون هم 3-4 تاش هم ببینیم، میبینیم که هنوز این کوین رو داره تو ولت و توی ترانسفرش فقط گرفته، البته این ولت نه مثل اینکه اینو فروخته تو جاست سواب، ولی این مثلا طبق بررسی همون فقط
بس که فروختم 5 ساعت پیش فروختم، من امروز داشتم اینا رو بررسی میکردم. خب این داره دامپ میکنه مارکتو دیگه، هرچی قیمت میره بالاتر شروع میکنه به فروختن توکن ها که غیر قانونی. این کار نباید بعد تو همون ارز اولیه اون 8 میلیارد رو میداد بیرون، نه اینکه 6 میلیاردش هنوز توی ولت خودش باشه. و تازه آدرس دیگه ما اینجا داریم که این بزرگوار 2 میلیارد بهش داده و این آدرسیه که داره تقریبا تمام فروش این ارز رو توی مارکت انجام میده. اگه دقت کنید میبینید که کل این مقدار 2 میلیارد توکن رو برش فرستاده به یه آدرسی و این آدرس بیلیت‌ها رو میفرسته به صرافی ها. میبینید 1 ساعت پیش، نمیدونم 13 دقیقه پیش بریج وارد صرافی ها میکنه، تتر خارج میکنه، بریج میبره، تتر میاره، بریج میبره. شما طرف حسابت هنوز همچنان آقا سیناه، نه اینکه اصلا پی تو پی بخوای ترید کنی این ارز رو، میبرن تو صرافی ها تترار میارن بیرون، 2 میلیاردش همچنان دست خودشون و تازه دارن این 2 میلیارد رو بفروشن. این 2 میلیارد تموم بشه احتمالا از این 6 میلیارد دوباره استفاده میکنن. دامپ هم به خاطر همین داره انجام میشه، واسه اینکه 70-80% همچنان دست خودشونه و اون قیمت 1 میلیارد اون 20% که دست مردمه گذاشته شده. یه برش هم مثلا 0.14 سنت، 14 سنت مثلا دادن بیاد این ارزو، خب 10% تقریبا آره، که اون قیمت که اون مارکت کپ فقط ضرب شده دیگه، اون سایت داره ضرب این تعداد توکن و تو قیمتی که داره اینجا معامله میشه توی صرافی کرده. حالا واقعی نیست، اگه برداره این تعداد کوین رو بیاره تو صرافی هیچ کی این قیمت ازش نمیخره، فقط اون یه مقدار این 7 میلیون دلاری که مثلا معامله داره میشه و این 1 میلیون دلار این 850 توضیح میده این هم چطوری میتونه پامپ کنه دامپ کنه، اینو یکم توضیحش رو شفاف‌تر ما بگو. داره میکنه دیگه، الان داره توکناشو توی قیمتی که هست از این ولت وارد صرافی میکنه، تتر میاره بیرون، خودش داره به ملت میفروشه، نه اینکه ترید کنن مثلا هولدرا بیارن بفروشن یا کسایی که پای قیمت پایین تر، خودش داره همینجور وارد مارکت میکنه این توکن. خب این موقعی که خودش وارد میکنه، زمانی که بخواد این 6 میلیارد رو بفروشه، خب این 6 میلیارد میاد تقسیم بر این حجم این ولوم معامله میشه دیگه، این ولوم میشه، خب این 6 میلیارد میشه تقریبا هر کدومش حتی یه سنت هم کمتر، 1.01 این پوله که الان داره توی بازار تزریق میشه برای خریده، این جمع این پولا مثلا توی یه روز اگه یه روز برداره 6 میلیارد رو بیاره اینو کاسب میشه، ولی وقتی خورد خورد میاره هر روز میاره یه بخشی از اینا رو خودش میفروشه میذاره جیبش، تا بعدم این بازی این 2 میلیاردی که داره فعلا میفروشه تموم بشه، بعد اون 6 میلیارد تموم بشه، همینجور خورد خورد داره وارد نمیتونه دامپ کنه، نمیتونه بکنه این پولا رو برداشته با همین مقدار خدافیزی کرده، ولی اگه آروم بفروشه میتونه تا ابد همینجوری بکنه تو پاچه ملت کنش، تا روزی که دیگه تو این ولتش هیچی نمونه، تو این ولتش که داره باش فروش انجام میده هیچی نمونه و خودش به پیچه کنار بلد بشینن و این کوینی که چقدر تونسته جمع کنه مشخص نیست. اینجا که میبینید نه مارکت کپ درست حسابی داره نه ساپلای درست حسابی داره هیچ، ولی خب خیلی دیگه این حجم معامله بیشترش خودش داره میفروشه توی این حجم معاملاتی، تو روز حداقل نزدیک 10 میلیون دلار داره میفروشه، بیشترش خودش میاره تو صرافی دیگه، این تراکنش های ولت های اصلی خود بریج میاره تتر میبره بیرون، بریج میاره تتر میبره بیرون، بریج میاره یه چیزی واسه خودش میاره بیرون، خودشون دارن میفروشن توی مارکت ها، ترید نمیشه. اگه میخواست ترید بشه اصلا قیمتش این نبود، ای تمام این کوین مثلا عرضه شده رو به ملت میشن تریدش میکرد کامل کالاورداری یا شت کوین، یه روزم گندش در میاد یه جای به بعد دیگه اینم خریدار نداره، تو ایران به سختی گندش در میاد چون حالا میتونه با ایرانی ها بازی کنه دیگه، سیستم گند نیست بهش فشار بیاره، این راحت میتونه بازی کنه با ایران. موافق با نظر من یه من چون آره دیگه داره خورد خورد میفروشه خوشحاله دیگه، الان 700% هم سود داده به ملت، کم فروخته فعلا، کم فروخته هر کی خریده تو سوده، فعلا دندون تیز نکردن برنامه بعدش چیه. خیلی دست در نکنی لطف کردی اومدی ممنون شما فرید شما متشکرم ممنونم خدا نگهدار.
خب یه دوستی اینجاست که میگه که من با این بخشی از حرفای شما مخالفم، من دعوتش میکنم بیاد ببینیم چی میگه. لایو استریم تمام دوستان نظر ایشون هم گوش میکنم، بعد من کامنت شما رو میخونم. سلام. سلام، وقتتون بخیر باشه. سلام آقای ام، در خدمت ما هستیم. خوب هستی آقای جان جورجاندی عزیز؟ متشکرم، ممنونم، در خدمت ما. من طرفدار سینا استوی نیستم و خیلی چندین بارم تو لایو هم صحبت کردم، حالا موضوعای دیگه. شما که دارید خب اون بخش منفیش رو بررسی میکنید، اون مثبتاش هم بگید. از زمانی که خب کریپتولند اومده واقعا قیمت ها تغییر کرده. یه زمانی اون بند خدایی که از صبح تا شب زحمت میکشید و با هزار بدبختی استفاد میکرد، باید میرفت با اختلاف 13-14 میلیون میفروخت به صرافی P98 که همین الانش هم داره خیلی با اختلاف از مردم خرید میکنه. خب این اومده اختلاف ها رو کم کرده. خب الان اختلافش 100 تومنه، مگه فقط کریپتولند اختلافش 100 تومنه؟ خیلی از صرافی ها الان اختلاف ها شده 100 تومن. عنوان خریدار دارین در مورد این موضوع صحبت میکنی یا خودت هم توی این حوزه داری خرید فروش میکنی؟ نه، من به عنوان کسی که دارم کار میکنم خرید فروش انجام نمیدم. دوست دارم برم توی سوپرمارکت ماستو بم رایگان بده. خریدار همیشه از چیز مفت خوشش میاد دیگه، از چیز رایگان و ارزون خوشش میاد. سوال من اینه که الان فقط کریپتولند نیست که اختلافش 100 تومن هستش. خب این اومده اختلاف 100 تومن کرده، خیلی صرافی الان اومدن به خاطر همین اختلاف رو آوردن پایین. الان خب خیلی از صرافی‌ها رو همین الان نکون بده اختلافش حتی از کریپتولند هم پایین تره. حرف درسته، ولی این حرف صنف اون کار نیست. البته اینا که صنف الان نداره، ولی تو همین گروهاشون حرفشون این نیست. این بحث طمع نیست، چون شما نمیتونی گرون بفروشی توی بحث ارزان تقاضا. توی بحث ارزان تقاضا ولی تو میتونی ارزان بفروشی. چرا؟ با چه هدفی؟ با هدف حذف کردن رقبا و به علم اینکه تو اصلا منبع درآمدت این کار نباشه. این یه حرکت پوششی باشه برای اینکه تو فقط بگی که آقا منم هستم. ببین این کار اصلیش فروش همین شیت کوین بی‌آر‌جی، یعنی روزی که پلن زده اصلا فعلا که 180 روزه این فکر کنم 180 روزه این ارز اومده. هدفش این بود 180 روز مگه بس نیست برای در حدود 6 میلیون دلار در بیاری از توش؟ خب فعلا که سود داده. من که خود ما فکر کنید من اومدم سود گرفتم دارم ازش دفاع میکنم، نه اصلا بحث من این ارز نیست، اصلا غیر قانونی توکن زدن. ولی شما که داری این منفیشو میگی در کنارش هم خب بیا بگو یه کاری کرده که اختلافا بیاد پایین. توضیح میدم چون تایم اون داره میره، من همین رو توضیح میدم. اگه سوالت همین بود من توضیح میدم. دست شما درد. متشکرم، ممنون. خب ببینید دوستان، این لایو استریم تمومه. فقط من یه چیزی بگم. ببین من خریدار از اینکه یه چیزی رایگان بهم بدن، ارزون بهم بدن فلان، همش راضی ام. ایشون میگه که آقا بخش مثبت کار کریپتولند اینه که من قیمتا رو شکوند و قیمتا ارزون دادم. ولی آیا تو اون جمعی که دارن این کار رو میکنن، یعنی طرف داره کاسبیش اینه، آیا اونا راضی هن که تتر مثلا اختلاف 100 تا اصلا میتونه با اختلاف 100 تومن تتر؟ من کاش امشب یکی اصلا بچه های اون گروه هم دعوت کرده بودم بیاد توضیح بده برام. من فکر نمیکردم یه همچین سوالی مطرح بشه، من اونا رو میگفتم بیان که آقا نمیتونی تو کارت خرید فروش رمز ارز باشه ولی تتر رو با اختلاف 100 تومن بفروشی. فقط کسی میتونه این کارو بکنه که هدفش چی باشه؟ هدفش کار پوششی باشه. ایشون کار کریپتولندش کار پوشششه و این کار اصلی ایشون کارهای دیگه است. من یه چیزی رو نمیدونم چرا تو اسلایدام نبود، خیلی تعجب میکنم. یعنی که گفتی آدم اومد، چرا من تو اسلایدام اینو به شما نگفتم؟ این یه اسلاید، دو تا اسلاید من یادم رفت بهتون بگم. اینم سریع بذاریم گوشه یه چیز، می‌خواستم بهتون بگم، می‌خوام بهتون نشون بدم این چطوری پول در میآورده. یعنی در ادامه حالا اون چیزی که دیدیم اینم ببینیم. این دو تا اسلاید رو ببینید لطفاً، به جواباتون تا یه مقداری ممکنه برسید. خب ببینید، تو از هر چه افسوده یادتون میاد که از مردم چه دزدی شد و ما در مورد صحبت کردیم. کانال بساب پرشین در مورد هر چه افسوده هشدار داد، ولی تو همین کانالی که داره هشدار میده در مورد هر چه افسوده، موقعی میری میبینی یعنی تبلیغات هر چه افسوده بوده. الان این دوتا اپی که دارید میبینید هر دوتا هر چه افسوده است.
هر دوتا دزدی کلاهبرداری و ارشد افسوده است. 300 کام هر کدوم ویو خورده. خب پس تبلیغات میگرفته، همه مدلش هم میگرفته. بریم ببینیم که این اصلا چجوری کانال کشید بالا. قدیمی ها یادشونه یه رباتی این آقا داشت به اسم ربات سنجد. ربات سنجد کارش چی بود؟ شارژ رایگان میداد. شارژ از کجا میبرد که رایگان میداد؟ و دقیقاً تو زمانی که یعنی اطلاعات شمار موبایل شما رو میگرفت، اطلاعات هویتیتون رو میگرفت و بهتون شارژ رایگان میداد. اسپانسرش هم همین کانال بست پرشیان بود که با این ویو میگیره، یعنی با تو این عضو میشودی تا بهت شارژ رایگان بده. خب حالا یه همچین کانالی که اینجوری عضو گرفته، شارژ رایگانش از کجا میآورده؟ دقیقاً بعد از داستان پایان ارزش افزوده دیگه ربات سنجد الان کار نمیکنه. الان ربات سنجد دیگه کار نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون داستان ارزش افزوده تنگ همین ربات سنجد آقا بود. این آدم هیچ اخلاقیاتی نداره، هیچ مرزی برای اخلاقیات نداره، از هر روش پول در آورد. اینجا همراه اول و ایرانسل اینجوری خدمات میداده، یوزرش هم میگرفت و ربات های دوستیابی هم داشته ها. کسافت کاری زیاد کرده. من اصلا حوصله که برم بجورم زندگی اینو اصلا حوصله ندارم. همین چند تایی که دم دست بوده رو براشون لیست کردم. ربات کار برای الناز نمیدونم فلان، بیا عشقتو پیدا کن. این کسافت کاری با این کسافت کاری ها یوزر گرفت و کانالاشون رو اینجوری کشیدن بالا. خب حالا این آدم، همین آدم که اینجوری رشد کرده و کانالاش کشیده بالا، به من ایراد میگیری که تو چرا مثلا وباموز و ربات شکار رو گذاشتی که ببینن ملت اطلاعاتشون لو رفته یا نه؟ اونجا اطلاعاتشون ببینن لو رفته یا نه، میتونن انتخاب کنن. من نگفتم بیان الناس نمیدونم علی دوست داره بیا با هم تریپ بزنی، علی رو پیدا کردم که الناس پیششه. این کسافت کاری و شارژ رایگان و اینا دکونای سینه استری بوده. خب بذارید من به ها داشت در مورد این صحبت میکردیم که ارزون فروشی خیلی بدتر از گرون فروشیه، چون ارزون فروشی یه بیزنس یه چند تا بیزنس رو خراب میکنه. چون موقع گرون میفروشی تهش ازت نمیخرن دیگه، غیر این نیستش که، ولی موقع ارزون میفروشی بقیه کسب و کارهایی که قدرتشون از تو پایین تره رو همه رو زمین میزنی. حالا فعلا صنف درستایی این دوستان ندارن، ولی همشون ناراضی هن از این سبکی که این بند خدا داره. و ارزون فروشی یه کار کثیفه تو بازار، یعنی تو بازار شما موقعی که تو یه صنف شروع کنی و یه چیز رو ارزون بفروشی، همه به چشم بد نگات میکنن که این برش مهم هم میسیستا. یه لحظه بچه این هم ببینیم. یکی از بچه‌ها همین الان یه لینک برام فرستاد، گفت اتفاقا همین الان لایو داره در مورد احمدی‌نژاد خبر کار میکنه. خیلی هم بچه هماهنگن، میدونی؟ اینم ببینیم و کامنتتون رو بخونیم. همین الان تو کانالش ببینیم چه خبره. همین الانی که داریم صحبت میکنیم در موردش، این کانالش همین الان لایف، آخرین پست کانال چیه؟ با توجه به تمام اتفاقات دوران ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد، به نظر شما نامزد شما ایشان برای انتخابات دادشون به نفع کشور سازه؟ یعنی بسته خودشو به احمدی‌نژاد، بسته چارمیخ کرده خودشو به احمدی‌نژاد. خب بذارید بچه بخونم کامنتاتون رو، میخونم اگر کامنتی هست سوالی هست من جواب میدم اگه بلد باشم، و این لایو استریم تمامه. دوستی میگه از کجا بفهمیم کدوم رمزارز سقلابی نیست؟ دوستان فضای رمزارز فوق العاده فضای کثیفی است، نمیگم نیایید، ولی فوق العاده فضای کثیفی است. سودم ممکنه بکنی، ولی همون قدری که سود میکنی ممکنه ضرر کنی. اگر میخواید وارد این فضا بشید، حداقل اون رمزارزایی رو بگیرید که تو دنیا بیشتر شناخته شده هستن. سراغ اینجور چیزایی من در آوردی نرید، اینا تو ایران زیاد میشه، یعنی فقط بی آر جی نیست، حالا صداها از جای مختلف در میاد، تی آر جی، ان آر جی، نمیدونم عباس پولید نقی، زیاد میشه متاسفانه یا خوشبختانه زیاد میشه. و تا
پولتونه دیگه، پولتونو میگیرن ازتون و میرن. امروز که دارم با شما صحبت میکنم وایزلینگ هم رفت، وایزلینگ رفت و چند میلیون دلار پول مردم رو برد. امروز که با شما دارم صحبت میکنم نماینده مجلس یه نامه زده، بذاریم نماینده نامه نماینده مجلس رو هم ببینیم. یه نامه زده، ابراز نگرانی کرده در مورد این موضوع. نامه خوبیه، ابراز نگرانی هم جاش درسته، باید نگران باشن، ولی بذاریم نامه ها رو ببینیم. خیلی فضا کثیف‌تر از یه دونه دوتا نامه است. یعنی حالا آقایون باید خیلی نگران باشن تو این فضا. یعنی میشه پولای وحشتناکی در آورد، از مردم کلاهبرداری کرد. حالا یه وقتی اسم این حرفو میزنیم که میشه خیلی پول در آورد کلاهبرداری کرد، ته دلم یادم میفته که متاسفانه خیلی از اون کلاهبردارا آدمای پرقدرتی هستن تو اون کشور. و لزوماً بی مفهوم نیستش که حالا بهشون میگی بیان جلو این قصه رو بگیرید، حالا همه میان جلوشو میگیرن. قصه برعکسه، یعنی حالا این فضا باز میشه خب تعداد کلاهبرداری بیشتر میشه. آیه مشتبه توانگر یه نامه زده، هشدار داده، نامه درستیه. ایشون گفته که ابراز نگرانی کرده، ولی نامه یه گیری داره، اونم این که آیه توانگر فقط نگاه برخورد قهری رو با موضوع دیده، یعنی برخورد کنترلی رو با موضوع ندیده. گفته آقا فضا تیروتاره، داستان سکه سامه تکرار میشه، که این تکرار خواهد شد، به تعداد زیاد هم تکرار خواهد شد، ولی راه حل ایشون مدیریت نبوده. یه مقداری تم نامه اینجوری به مشام میرسه که برخورد قهری داره توش، خیلی برخورد قهری داره. ولی خب این از این نظر که ابراز نگرانی کرده ایشون، ابراز نگرانی درستی است. اصل نامه رو ببینم میتونیم ببینیم. این اصل نامه است. ایشون رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هستش. من نمیدونم یعنی چی، ولی کارشون خب نگرانی درستی. این نامشونه: متأسفانه بعد مدیریت مصرف دار دولت در بازار سرمایه، بسیاری از لیدرهای ناسالم سرمایه مردم مرفضی مجلس نسبت به تشویق مردم به خرید رمزارزهای خارجی به خصوص بیت کوین اقدام نمودن. ببینید خرید بیت کوین اصلا چیز بدی نیست، شما هم بخرید، ولی ایشون نگرانیش این بوده که این داره دلار از کشور خارج میکنه. موضوع اینه که کسی که بیت کوین میخره که اتفاقی براش نمیفته. شما بیا بگو که همزمان تو اون کشور دارن شیت کوین به مردم میفروشن. اگه قرار مدیریت شدنش خوبه، ولی اینکه داره بیت کوین میخره رو ما نمیتونیم بگیرمش بگیم تو چرا داری بیت کوین میخری. اتفاقا در کار درست میگن کسی که بیت کوین میخره. یعنی الان آلترناتیو اینکه شما هیچ راهی برای سرمایه‌گذاری برای مردم نداری، اینه که خب برن بیت کوین بخرن. یه بعدی هم نیست. البته با این حساب که بدونید که این یه ریسکه، یعنی همونقدر که ممکن بره بالا همونقدر ممکنه بیاد پایین پولتون. و ایشون نگرانیش به نظر من یکم تمش با نگرانی ما فرق میکنه، ولی در هر حال ایشون یه همچین نامه‌ای رو امروز زده. خب بچه من دارم کامنت ها رو میخونم اگه اجازه بدید، و این لایو استریم تمامه، کامنت ها رو میخونم. خب کامنتین سوالی نیست، اگر سوالی داشتید تو گروه مطرح کنید، تو گروه وب آموز باشید مطرح کنید. دوستان
برید اعتراض کنید. اینا دیگه اعتراض سیاسی نیست. مثلا تو همین جشنواره وب و موبایل ما گفتیم آقا برید تو توییتر، من که توییتر ندارم، برید تو توییتر به اینا اعتراض کنید، بگید آقا یه کلاهبردار رو بر نداره بیار پروموت کن، به خاطر پول هر کسافت کاری نکن آقای شایان شریله، آقای رضا الفت نصر. خیلی شبتون بخیر دوستان، خدا نگهدار.